ببینید هموطن عزیز، یک نهضت را افتاده سالیان ساله و برای شخص من تردیدی نیست که جمهوری اسلامی هم درش دخیله، تردیدی برای من نیست. از دعوا بر سر 28 مرداد که کودتا بود، قانونی بود، نبود، شب نمیدونم 25 مرداد که نصیری رفت، از این داستان ها که همه در جای خودش باید بحث و گفتگو بشه، ولی به این نهضت تبدیل شده که باید هر کسی، هر بشری، هر ایرانی اول تکلیف خودش با اینو معلوم کنه. به آقای رضا پهلوی ایراد میگیرن که تو چرا نمیای تمام قد مثلا دفاع بکنی حتی از پدر خودت؟ چرا مثلا شما یه انتقادات ضعیفی داری؟ باور بفرمایید خیلی از اونهایی که میان امرو یقه و گریبان میگیرن به مردم که چرا 6 سال پیش مثلا تظاهرات کردید، اصلا قصدشون هم نه دفاع از نظام پهلویه نه چیز دیگری، میخوان کل این مسئله که مردم میخوان بگن آقا مردم ما خیلی عذر میخوان احمق بودن، هنوزم موندن، تکون نخورید یه وقتا بکنید بدتر میشه. این جمهوری اسلامی پشتشه. آقا این دعواها که مردم همه بیان اول یکیه توبه نامه بدن به شما که 36 سال پیش چه کسی مثلا حتی در مقابل نظام پادشاهی انتقاد داشته، انتقاد آبکی داشته، انتقاد کم هم داشته، میشه خائن. هموطن عزیز 36 سال گذشته، خود وابستگان اون حکومت مثلا انتقاداتی داشتن، خیلی ها بیشتر خیلی ها کمتر. حالا ما ول نمی کنیم مثل که قضیه رو، همه باید بیان عذرخواهی بکنن. بعدم کارنامه هر کسی بعد از 36 سالی نیستی که حالا توی 36 سال چه میکنی، چه خدمتی برای مردم میکنی، چه مقابله با این حکومت میکنی. این داستان ها رو، گریبان گیری های قبل از انقلاب رو باید رها کرد. ما اون موقع، حالا دلایل تاریخیش خیلی زیاده، خیلی ها عکس خمینی رو تو ماه دیدن، خیلی ها به مصلحت سیاسی حمایت کردن به هر دلیل، اوکی. 36 سال گذشته، الان عده‌ای دارن عکس روحانی رو تو ماه میبینن. بیاد اینو نگاه بکنید، آقای اوباما عکس روحانی رو تو ماه دیده، این لابیا دارن این کارا رو میکنن، باز ما ول نمیکنیم. 28 مرداد تکلیف ما چی بود؟ چرا نمیان همه مثل آقای خویی یکی توبه نامه بدن که اون موقع اگه من تظاهراتم رفتم غلط کردم؟ بیاد الانو ول کنید، یک کلمه راجع به امروز ما صحبت نمیکنیم که گریبان ما رو گرفته مملکت. به راجب سازش هسته‌ای کسی نمیاد صحبت بکنه که تکلیف آینده این مملکت چیه. همینجور هر چیز تاریخی به جای خودش خوبه. مگه مشکلات ما همش اینه که اون چند تا روشن فکری که در زمان انقلاب چیزی گفته همونه؟ داستان همون بود که بعد همه توبه نامه بدن؟ من اصلا اعتقاد ندارم. من میگم یه مقدار این چیزها رو کاهش بدیم. باور بکنید این بحث‌های حیدری نعمتی، الان گریبان آقای رضا پهلوی رو ایده گرفتن، گریبان آقای رضا پهلوی گرفتن. یعنی رژیم دقیقا فهمیده یه شکافی هست اینجا، رفته پدر و پدر بزرگ رو گرفته الهه ایشون. حالا من طرفدار آقای رضا پهلوی که نیستم، ببینید چجوری با تضاد بازی میکنه، جنگ حیدری نعمتی را میندازه. بنابراین واقعا قابل، برای من قابل تاسفه که هموطنان بخصوصا که در غرب هستن، در آمریکا هستن، اینها رو نمیبینن.